او بچه پدرنالت بخه که نماز قضا شد. صابر با صدای مادر از خواب بیدار شد، اما دقیقا نفهمید که مادر چه جمله ای را گفته است. گیج و گنگس بود. فقط همین قدر میفهمید که با صدای او از خواب بیدار شده است. از میان تمام آن چیزی که مادر گفته بود فقط کلمه پدرنالت را فهمید. معلوم بود که مادر چندین بار دیگر هم او را برای بیدار شدن صدا کرده است. ایرم میشد براحتی از کلمه پدرنالت و صدای بلند و عصبانیش فهمید. بنابراین صابر دیگر معطل نکرد. با یک جهش سری بلند شد و در جایش نشست تا بیشتر از این باعث عصبانیت مادر نشد. از او تا حد زیادی ترس داشت. میفهمید که اگر زودتر بلند نشد لت جانانه ای از وی خواد خورد. اما بسیار زود متوجه شد که همی بلند شدن هم بسیار ناوقت بوده است. هنوز کاملا در جایش نششته بود که وزنه 50 کیلویی دستان مادرش پشت سرش خورد و دوباره نقش به زمین شد. با صورت محکم به زمین خورد و درد شدیدی را در ناحیه گردنش احساس کرد. ای بچه حالی مگه تو را نمیگم؟ بخست که نماز قضا شد. تز دگه. صابر بدون گفتن کلمه‌ای در یک چشم برهم زدن خودش را به تشناب رسانید تا وضو بگیرد. در حالی که حلقه باریک از قطرات اشک دور چشمانش جمع شده بود، چند بار به خودش لعنت فرستاد که چرا زودتر بیدار نشده است. چیزی در درونش می گفت حقش بوده که لعنت بخورد و مقصر خودش است. حتی جرأت ای کار نداشت که به خاطر ای لعنت خوردن بدلیل مادرش را مقصر بود. تمام قوه تشخیصیش را جمع کرد و کلاهش را قاضی کرد، اما باز هم به این نتیجه رسید که خودش ملامت است. لحظاتی بعد صابر نمازش را خوانده، جایش را جمع کرده و برای بردن خمیر به نانوایی آمادگی می گرفت. هوا کمی روشن شده بود. در تاریک روشن اتاق خودش را در آینه نگاه کرد. با اینکه نمی توانست چهره اش را واضح ببیند، اما می توانست تصور کند که چقدر زیباست. یک بار دیگر اشک دور چشمانش حلقه زد و عقده خفه‌ای راه گلویش را بست. طبق روال هر روز به خاطر زیبا بودنش زمین و زمان را به فوش کشید. سپس به هیچ رغبتی برای آغاز یک روز تکراری دیگر به طرف نانوایی حرکت کرد. نانوایی زنان نبود و به مردان اجازه نمی دادن که وارد آنجا شوند. اما کم سن و سال بودن صابر این اجازه را به او می داد تا در مجلس زنان نیز بنشیند. مادر صابر دستش درد می کرد. بنابراین این وظیفه صابر بود که هر روز خمیر را به نانوایی زنانه ببرد. صابر در درون خودش حتی ذره‌ای آگاه نبود که نام این کار وی کمک کردن به مادر در کارهای خانه است. در حقیقت بردن خمیر به نانوایی وظیفه اش بود و نه چیز دیگر. صابر هرگز به خاطر داشتن این وظیفه احساس نارضایتی نداشت، چون واقعا وظیفه اش بود. وقتی به نانوایی رسید مثل همیشه آن را شلوغ یافت. به محض ورود به نانوایی بوی تعفن عرق و کثافت زنان حاضر در نانوایی به مشامش خورد، اما دیگر به این بو عادت کرده بود. همیشه به خاطر اینکه این بو از خودش بلند نمی‌شد به آن حسادت می‌کرد. درست بعد از اینکه وارد نانوایی شد و خمیرش را در نوبت گذاشت، خلیفه خاتون زشت‌ترین زن محله وارد نانوایی شد. با ورود خلیفه خاتون همه زنان به احترام وی از جایشان بلند شدند. زنان دانه دانه به وی سلام کردند. در آخر این صابر بود که باید به وی سلام میداد. اما همین که نوبت به صابر رسید، خلیفه خاتون او را آدم به شمار نیاورد و هیچ توجهی به وی نکرد. سلام صابر در گلویش خشک شد و سپس به جای اولش برگشت. با این رفتار خلیفه خاتون، صابر باز هم همان عقده خفه را در نزدیکی راه گلویش احساس کرد. دلیل آدم حساب نشدنش را خوب می‌فهمید. همیشه زیباییش باعث بروز چنین اتفاقاتی می‌شد. خلیفه خاتون با اینکه صابر را ندیده گرفته بود، اما سبد خمیرش را شناخت و آن را به حساب آورد. بدون اینکه حتی ذره‌ای به حق و نوبت صابر احترامی بگذارد، سبد خمیر خودش را از سبد خمیر صابر پیشتر ماند.
صابر خوب میفهمید که نباید اعتراض کنه، چون او حق چنین کار را نداشت. در حقیقت او به خاطر زیبا بودن و فرق داشتن با بقیه افراد جامعه هیچ حقی برای هیچ کاری نداشت. بی‌نوبتی خلیفه خاتون باعث شد تا زنان دیگر از وی تقدیر کنند و این کار وی را یک حرکت مثبت به شمار آورند، کاری که قانوناً جایز بود. خلیفه خاتون صاحب عنوان زشت‌ترین زن محل بود و قوانین را تا جایی که ممکن بود خودش به وجود می‌آورد. نیم ساعت بعد نوبت پخت نان به خمیر صابر رسید. در این مدت دو بار دیگر هم نوبتش را زنان زورگویی که نوچه های خلیفه خاتون بودند گرفته و هر بار صابر عقده خفه‌ای را در نزدیکی گلویش احساس کرده بود. هر بار که این اتفاق افتاده بود به دنیای تخیلات وارد می شد و فکر می کرد که زورگو بودن چقدر لذت بخش است، اما مثل روز برایش روشن بود که نمی تواند زورگو باشد، چون به آدم های زیبایی مثل او حق زور گفتن را نمی دادند. نان صابر پخته شد و او آن را در سبد گذاشت تا به طرف خانه حرکت کند. درست در همان لحظه ای که خواست سبد را بلند کند، برای اولین بار حس کرد که زنان حاضر در نانوایی او را آدم حساب می کنند و این باعث شد که کمی در دل خوشحال شود. این احساس وقتی به او دست داد که نانوا وی را مخاطب قرار داده و گفت: او بچه، مادرت را بو که امروز کمی از او بینیت را ببره، بلکه شاید رقم ماواری بدقواره شده و جمله آدم میساد بیایی. این جمله نانوا باعث شد که زنان حاضر در نانوایی با صدای بلند بخندند و احساس آدم بودن را به صابر بدهند. صابر یک لحظه با خودش فکر کرد آیا امکان دارد که او هم روزی تبدیل به یک آدم زشت و بدقواره شود؟ اوف که چه فکر لذت بخش بود. وقتی به خانه رسید مادر را دید که جلوی آینه نشسته و خودش را زشت‌تر می‌کند. یادش آمد که امروز پدر از مسافرت به خانه برمی‌گردد و زشت‌تر بودن مادر وی را خوشحال خواهد کرد. یاد سفارش شب قبل مادرش افتید که گفته بود: او بچه صابر، سبا پدرت می‌آید. وقتی که آمد تا 2 ساعت خود را در تکه خانه زندانی کو که تو را نبینم. نه میخواییم که بند خدا خوشی رسیدن به خانه را با دیدن قواره تو خراب کنه و ماندگیش بیشتر شوه. پدرت هر وقت که تو را میبینه از زندگی بیزار میشه. فامیدی گبره؟ صابر نان را در پس خانه گذاشت. چند لحظه در سر جایش استاد شد و به فکر فرو رفت. سپس بدون گفتن کدام گپی کتابهایش را برداشت و به مقصد مکتب از خانه خارج شد. اصلا حوصله خوردن چای صبح را نداشت. نمیخواست عقده خفه‌اش را با ماندن بر سر دسترخوان بیشتر کند. اما کجا باید میرفت؟ تا باز شدن مکتب 2 ساعت مانده بود. یک لحظه فکری به ذهنش رسید. میتانست بره خانه استاد دریشان و همراه وی راهی مکتب شود. استاد دری همیشه از صابر استقبال میکرد. نامش صبور بود و او هم مثل صابر چهره زیبایی داشت. به خاطر این زیباییش ناچارن در مکتب استاد دری شده، چون شغل دیگری شایسته او نبود. استاد صبور برای صابر تعریف کرده بود که پیش از استاد دری شدنش مدتی موچیگری میکرده، اما به خاطر زیباییش کسی بودهایش را برای ترمیم پیش او نمی‌آورد. ناچارن شغل موچیگری که به آن علاقه زیادی هم داشته را ترک و شغل معلمی که در جامعه اهمیت چندانی ندارد را برگزیدند. صابر وقتی به خانه استادش رسید خیلی آرام دروازه را تک تک کرد. استاد صبور دروازه را باز کرد و از دیدن او بسیار خوشحال شد. مثل همیشه استاد از او استقبال گرمی کرد و آمدنش را به فال نیک گرفت. استاد صبور تنها زندگی میکرد. خانوادهش او را به حال خودش مانده و رهایش کرده بودند. کسی هم حاضر نمیشد که دختر بدقواره و زشتش را به زنی او در بیاورد، چون او برایشان ارزشی نداشت و داماد شدنش باعث بدنامی آنها میشد. در آن سالها دختران زیبا نیز کامیاب شده بودند و استاد صبور نمیتوانست حتی از روی جبر هم که شده یکی از آنان را به زنی برگزیند. خلاصه او در خانه کوچک و زیبا به تنهایی زندگی میکرد.
خانه را نیز از روی خوششانسی پیدا کرده بود، چون کسی به خاطر زیبایی خانه حاضر نبود در آنجا زندگی کند. در آن حوالی تنها خانه‌ای که به شدت تمیز و زیبا بود همان خانه بود و گاهی باعث تنفر همسایه‌هایش می‌شد، چون این گونه خانه‌ها برای مردم نفرین شده به حساب می‌آمدند و باعث نحسی می شدند. یک بار یکی از همسایه ها قصد کرده بود راکتی به آن خانه بزند تا بلکه کمی مشابه خانه های خودشان بشود. اما اوسا صبور از این نیت آن همسایه آگاه شده و با خواهش فراوان وی را از این کار منصرف کرده. استاد صبور می دانست که اگر خانه او نیز مثل بقیه خانه ها زشت شود، به زودی انسان های زورگو خانه را صاحب شده و او را آواره خواهند کرد. صابر و استاد صبور مدتی با هم به گفتگو پرداختند. صابر از عقده خفش به استاد صبور گفت و استاد نیز به او فهمان که بچگی او نیز خالی از عقده های خفه نبوده است. صابر به زودی فهمید که چقدر زندگی مشابهی با استادش دارد. از اینکه کسی مثل او بوده و حداقل برای شنیدن گپهایش وقت می‌گذرد. آنها تا مدت زیادی به گفتگو پرداختند. وقتی دیدن گپ‌هایشان خلاص نمی‌شود و هرچه بیشتر از بحثشان می‌گذرد، آرامش بیشتری را احساس می‌کنند. ترجیح دادن آن روز را به مکتب نروند. هرچند برای بقیه افرادی که در مکتب بودند، از مدیر گرفته تا شاگردان، نرفتن هر کدام از آنها هیچ اهمیتی نداشت. در آنجا ما برای مضمون دری اهمیت چندانی قائل نمی‌شدند. حتی بسیاری از مکاتب این مضمون را از مضامین درسیشان حذف کرده بودند. در آن سالها طبق نیاز روز جامعه مضمون جدیدی تحت عنوان ترمیم تایپ، رادیو و تلویزیون و دیگر مضامین مکاتب اضافه شد و همانطور که پیشبینی می شد بعد از مدت کمی به محبوب ترین مضمون تمام مکاتب تبدیل شده بود. کسانی هم که این مضامین را تدریس می کردند تبدیل به محترم ترین استادان مکتب شدند. صابر هم که شاگرد زیبایی بیش نبود و کسی او را آدم به شمار نمی آورد، چه رسد به شاگرد. حتی شاگردانی که عقب ماندگی ذهنی داشتند بیشتر از او مورد توجه همسنفی ها و معلمان قرار می گرفتند. گاهی اتفاق افتاده بود که در هنگام خواندن حاضری عمدن نامش را از قلم می انداختند تا با این کارشان بیشتر به وی ثابت کنند که نه تنها او از آنها نیست، بلکه اصلا آدم نیست. حداقل ماندن در خانه و درد و دل کردنهایشان باعث می شد تا عقده های نگفته درونشان را خالی کنند و کمی سبک شوند. این گفتگو آنقدر لذت بخش شده رفت و ادامه یافت که وقتی صابر به خودش آمد، دید هوا رو به تاریک شدن می رود و چیزی تا شام نمانده. صابر نکه از تاریکی بترسد. از این می ترسید که با تاریک شدن هوا و خلوت شدن سرکا انسانهای دیگر به خاطر زیبا بودنش بلایی بر سرش بیاورند. بنابراین به سرعت از استاد صبور خواست که صحبت را خاتمه دهند و در ادامه از او قول گرفت که از این به بعد هر چند وقت یک بار با این گونه صحبت کردنها عقده هایشان را خالی کنند. آنها از همدیگر خدافظی کردند و صابر خود را دوان دوان به خانه رسانید. دروازه حولی باز بود. بنابراین تصمیم گرفت بدون کدام سرصدایی وارد خانه شود. بعد از ورود متوجه شد که پدرش هم تازه به خانه آمده. یاد سفارش شب قبل مادرش افتید. از همین رو ناخودآگاه مسیر زیرزمین را به پیش گرفت. باید مدتی خودش را از دید پدر پنهان میکرد. با اینکه احساس میکرد بسیار پشت پدرش دق شده، اما باید به دستور مادر عمل میکرد. در غیر صورت حتما لعنت میخورد. مهم نبود دل خودش چه میخواهد، مهم ای بود که دل اطرافیانش چه میخواهد. و این روند عادت کرده بود و جزئی از ناخودآگاهش شده بود. سرنوشت این را برایش میخواست، خودش که کاری نبود. در تاریکی تکه نشسته و صدای گپ زدنهای خانوادهش را میشنید. صدای خنده، جیغ و خوشگذرانیهای آنها به وضوح شنیده میشد. همه از برگشت پدر خانواده خوشحال بودند. بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی، صابر به خواب فرو رفت. بدون اینکه بر روی توشک نرمی بخوابد، بدون اینکه در جای گرمی بخوابد و بدون اینکه در طول آن روز چیزی خورده باشد. تمام شب را همانجا خوابید.
امید حقبین، کابل افغانستان، تابستان 1389. سپاس از اینکه تا اینجای کار با ما همراه بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر به چینل ما سر بزنید. سابسکرایب، لایک و کامنت از یادتان نره. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.